مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان، خوش آمدید. آقای مهدوی آزاد، بعد نیست نگاری بکنیم روی در واقع ریشه این اختلافات و اینکه چرا در چند روز اخیر شاهد شدت این اختلافات هستیم؟ بله، اول در مورد آقای طائب بگم. میر آقای طائب که رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود، بعد از اون دخالتش تو سیاست توی اطلاعات خارجی، ترورهایی که شکست خورد، حیثیتی از کشور برد، ظاهرا برکنار شد. منتها تو این اسنادی که جدیدا منتشر شده از اون جلسه اطلاعاتی 6 ساعته با رهبر، معاونان و رؤسای دستگاه، همه دستگاه اطلاعاتی با علی خامنه‌ای، شما چیزای هولناکی میخونید. از جمله که این آقای طائب که الان رسما مشاور خامنه‌ای و مشاور فرمانده کل سپاه هست، ظاهرا رفته یه دفتر اطلاعات خیلی ویژه برای مشتبه خامنه‌ای رو انداخته. چون اون جلسه محمد جواد منصوری، کسی که به نام محمد جواد منصوری معرفی شده که ظاهرا نماینده اطلاعات سپاه مشهد هست، رسما میگه دفتر اطلاعاتی مشتبه خامنه‌ای که قانونی هم نیست، دسترسی های عجیب و غریبی به همه اطلاعات کشور داره که من در 28 سالی که در دو سازمان اطلاعاتی خدمت کردم تا حالا همچین چیزی رو ندیدم. اونجا از آقای اجازه میپرسیم که پس دفتر عمومی چه؟ دفتر عمومی هم سازمان اطلاعاتی است که علی خامنه‌ای واسه خودش رو انداخته. محمد کاظمی که رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه است، توی اون جلسه به طائب بسیار حمله میکنه، میگه تو خودت این همه گزارش دادی که رئیسی بی سواد، چرا رئیسی رو کردی رئیس جمهور بود؟ تو عاملش بودی و میگه فقط واسه اینکه تو رهبری بعدی کسی نتونه دخالت کنه و در واقع تو بازیگر پشت پرده باشه. اونجا طائب میگه من هر کاری کردم از سال 88 با اطلاع خامنه‌ای بوده. میخوام اینو بگید، اینو گفتم که خیلی اطلاعات بیشتری فعلا وجود داره، که ببینید پشت پرده دعوای اطلاعاتی عظیمی وجود داره. دیگه این نیست جمهوری اسلامی که دو تا سازمان اطلاعاتی داشته باشه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، رهبر دولت. حقیقت این هستش که یک عالمه دستگاه اطلاعاتی موازی وجود داره، اینها با هم درگیرن. از دفتر اطلاعاتی مجتبی بگیرید، دفتر اطلاعاتی خود علی خامنه‌ای بگیرید، سازمان اطلاعات سپاه توش چند جبهه شده، وزارت اطلاعات کاملا چند پارچه است، سازمان اطلاعات فراجا علی خامنه‌ای دوباره درست کرده، اون یه چیز دیگه است، و یک عالمه دستگاه اطلاعاتی دیگه تازه روش بذارید، حفاظت ها و کلیات سپاه و بسیج و بحث های دیگه. این حمله ای که شما میبینید به طائب در این سطح میاد، به عنوان رسما مشاور خامنه‌ای است و رسما مشاور فرمانده سپاه است، ربط چندانی به دشمنی سابق طائب با حسن روحانی نداره. طائب با همینا بد بود ولی ربطی به اون نداره. این از ترس من، از نگاه من، ترس پنهان و ناخودآگاه پنهان آقایون هست. ببینید دولت‌های دیکتاتوری، حکومت‌های دیکتاتوری موقعی احساس خطر بکنن، دیکتاتورها موقعی احساس خطر کنن، بچه‌شون هم حاضرن قربانی بکنن واسه اینکه خودشون تبرئه کنن و سر کار بمونن. تو بارها دیدید کشورها، حکومت‌های دیکتاتوری موقعی میافتن تو سراشیب سقوط، یهو میبینید توی 5 6 ماه یهو 5 تا نخست وزیر، 5 تا رئیس جمهور، 5 تا نفر اول عوض میکنن. من فکر میکنم یه بخشی از مسئله این هست، یعنی حکومت ترسیده، دیگه نمیتونه اوضاع رو جمع بکنه، دنبال یه مقصر میگرده، یکی رو میخواد بگه مردم این خراب کرده اوضاع رو، و خب به نظرشون روحانی گزینه بدی نیست. و دوم مسئله بعد از مرگ علی خامنه‌ای است. علی خامنه‌ای مدام داره فرتوتر میشه، بعد از مرگ خامنه‌ای کس زیادی نمونده که بتونه مقابل این سیستم مخوف ائتلاف روحانیون و سپاه مقاومت بکنه. روحانی یکی از اون کسایی است که شاید بتونه، شاید هم نتونه، شاید اصلا خودش مثل انتخابات، مثل دور دوم رئیس جمهورش بره با سپاه ببنده، تسلیمشون بشه، معلوم نیست. منتها به هر حال یکی بالقوه یکی از رقبای اینها میتونه باشه، و شاید یه بخشی هم نگاهشون هستش که این رقبا رو بتونن راحت و کامل حذفش بکنن. های مهدوی آزاد، یعنی این اظهار نظرها صرفا جنگ لفظی و تهدید و خط و نشان هست، یا اینکه امکان این واقعا وجود داره که ما مثلا شاهد محاکمه حسن روحانی باشیم؟ ببین تو این مرحله فعلا جنگ لفظی و تهدید و خط نشانه، یعنی میگم دو تا ظاهرا محرک بزرگ پس ذهنی داره، یکی بحث انتخاب رهبری آینده، بعدشون نمیاد همه رو قلقم کنن، به هر حال سیستمش که حتی علی لاریجانی هم گذاشته کنار، و یکی هم بحثن که یه مقصر پیدا کنن، یه مترسک رو ببرن بالای دار یا محاکمش کنن، به مردم بگن اون خراب کرد، ما داشتیم همیشه درست میکردیم. ولی در این مرحله فعلا تهدید لفظی بسیار بعیده تو این مرحله، چون ضرر علی خامنه‌ای خواهد بود، زمینی که امثال روحانی مخزن اطلاعات کشورم میگن دهن باز بکنن نمیکنن، ولی بخوام باز بکنن آسیب زیاد میبینن. منتها اگر شما روزی دیدید که این مسئله داره جدی میشه، یعنی کسی رو در این حد دارن محاکمه میکنن، اون موقع بدونید که به واقع در ذهنیت و پشت پرده مسئله سراشی به حکومت شروع شده، چون حکومت ها اساسا تو این شرایط هست که میان خودی ها یا حتی غیر خودی های مطلع رو قربانی میکنن برای نجات خودشون. سپاسگزارم از شما. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن، همراه ما.